صلوات خير تمام الله صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة طبيب قلوبنا يا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا بهم نتبلى ومن أعداء كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى کنار قبر برادرش حسین رسید هر روز دیدم کربلای تازه‌ای را ای کربلا تا بر سر کویت رسیدم منزل به منزل داغ بر داغم فزون شد جان کندم تا رخت در اینجا کشیدم ای کاروان سالار زینب
تا گویمت با دیده گریان چه دیدم برادرم، با آن که با دستت به قلبم سر دادی، چندان که در هر جا شهامت آفریدم، اما دو جا داغ غمت از پا در آورد، بی خود ز خود گشتم گریبان را دریدم. برادرم با این که با انگشت امامت به قلبم صبر دادی، اما دو جا دیگه تحمل نتوانستم، یک جا که دشمن بر لبانت چون میزد، برادرم همه جا تحمل کردم، اما در مجلس یزید وقتی یزید چوب بلب و دندانت میزد، دیگه تحمل نتوانستم، یک جا سرت چون بر فراز نیزدیدم. برادرم از جدم رسول الله، از پدرم امام علی، مادرم فاطمه زهرا، همه خبر شهادتت رو داده بودم، میدانستم شهید میشوی، اما باورم نمیشد روزی سرت بالای میزه، چهل منزل دنبال سرت از کوفه تا شام بروم. بشنیده بودم صوت قرآن بسیلی، نشنیده بودم من زنیکان هم شنیدم، داغ دل من کمتر از زخم تنت نیست، این را گواهی میدهد موی سپیدم. برادرم اونقدر شما رو زخمی کرده بوده، اونقدر با شمشیر و نیزه و سنگ و چوب به بدنت زده بوده، امام سجاد علیه السلام فرمودن یک جای سالم در بدن پدرم حسین مظلوم نبود، یک جای بوسگاه هم نگذاشته بودن. حالا خواهرش زینب آمده اربعین میفرماید برادرم درست همه بدن تو زخم شد عاشورا، اما اگر نامحرمان نمی بود بیراهنم را بیرون می آوردم، می دیدی یک جای سالم هم به بدن خواهرت نمانده، اونقدر در مسیر کوفه و شام ظالمان دشمنان اهل بیت با تازیانه به بدن من زده، بدن خواهرت هم مثل بدن خودت همه جا زخمی و کبوده. داغ دل من کمتر از زخم تنت نیست، این را گواهی میدهد موی سپیدم. خداوند انشاءالله این رنج ها و این زحمت هایی که شما در این سفر کشیدید، واقعا هر چقدر انسان در راه اهل بیت زحمت بکشه، فرمودن که حتی انسان پایش اشتباهی و سنگ میخورد خدا اون را حساب میکنه. این زحمت هایی که شما این روز کشیده، درسته از یک بخش زحمت هست، از یک بخش دیگر خداوند میخواهد یک اجر خاص شما را عطا بده، شما را با اون رنج ها و زحمت های اهل بیت عصمت و طهارت یک کم آشنا بکنید. دیروز عرض کردیم اون شهر و شهرگشتن شما و اون خستگی سفر شما کجا و
اون خستگی سفر اهل بیت عصمت به طهارت، چهل منزل از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام کجا، این آتش گرفتن هتل کجا و اون آتش گرفتن خیمگاه و خرگاه اهل بیت کجا. درسته هتل یک چند دقیقه آتش گرفت، ما و شما در اون بودیم، اما بالاخره آبی بود، سایبانی بود، این طرف اون طرف آزاد بود، اما اوان از اون آتش گرفتنی که وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، آمدن خیمه ها را غارت کردن، گفتن به خیمه ها را آتش بزنید. بزاست زینب کبری سلام الله علیها دویدن محضر امام زین العابدین علیه السلام، عمه جان برادرزادم الان امام زمان تو هستی، خیمه ها آتش گرفته، چه کار بکنم؟ امام فرمودن علیکن بالفرار، همه شما برید فرار کنید، بچه ها خانم ها همه آواره و بیابان و سرگردان. انشاءالله خداوند اجر شما را با اجر اصحاب امام حسین علیه السلام، فرزندان امام حسین، عزیزان امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت که در خیمه ها آتش گرفت، همه آواره بیابان شدن، خداوند انشاءالله اجر شما را هم با اونها یک جا محسوب بگرداند. صلوات خلق کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب شب بسیار عجیبی هست، شب خاصی است که شب زیارتی ابو عبدالله حسین علیه السلام، شب جمعه و روز جمعه از بهترین ایام هفته است. لذاست که شما اگر در همین مفاتیح جنان یک سری بزنید، اعمال خاصی درباره شب جمعه و روز جمعه هست. از جمله فرمودن اگر کسی بتواند شب جمعه و روز جمعه بهترین، یکی از بهترین اعمال صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنین شب شب زیارتی ابو عبدالله حسین علیه السلام هست. ما هم در نجف اشرف محضر پدر بزرگوارشان هستیم و همه آماده سفر میشویم و میخواهیم حرکت بکنیم فردا به سوی کربلا و قدم بگذاریم به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. خداوند انشاءالله ما را هم با ثواب همه زوار اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام که در طول تاریخ این سفر را انجام دادن و انجام میدهند، خداوند همه ما را با هم در دنیا و آخرت حسینی بگرداند. صلوات خلق کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک جمله بسیار زیبایی از جابر بن عبدالله انصاری، اولین زائر قبر ابو عبدالله حسین علیه السلام، عرض می‌کند. وقتی جابر بن عبدالله انصاری رسید سر قبر امام حسین علیه السلام، خب داستانش طولانی هست اما این جمله رو عرض میکنم، در اونجا نشست بعد از روزه و گریه و مناجات و صحبت با امام حسین علیه السلام، یک جمله فرمودن که یا ابا عبدالله و یا شهدای کربلا، ما با شما شریک هستیم، ما در اجر شهادت و در اجر قیام شما شریک هستیم. عطیه که همراهش بود، عطیه کوفی، یکی از اصحاب خاص بود، از علما و فقها بود، عرض کرد جابر چطور ما شریک هستیم؟ اینها تشنگی کشیدن، اینها به شهادت رسیدن، چطور ما میتونیم با اونها شریک بشیم؟ جابر فرمود از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
فرمودم شنیدم نیت هر قومی با هر قومی اگر باشد با اونها شریک میشه. ما هم میگیم یا لیتنا کنا معک و نفوز و فوز عظیما، ای کاش ما با شما میبودیم که با اجر شما یک سال میشه. درست نیست در کربلا در سال شصتیه، ولی ما جا پای اونها میگذاریم، قدم به قدم اهل بیت عصمت و طهارت رو تعقیب میکنیم و همین تعقیب باعث میشود که ما با ثواب میلیونها زائری که در طول تاریخ این پیاده روی انجام دادن و انجام میدهند شریک میشیم. لذا همه ما به انشاءالله روز قیامت به یک عنوان سلام میدن. خب چون گروه های مختلف به بهشت مشرف میشن. بعضی ها میگن عین رجبیون، کجاست اونهایی که اهل ماه رجب هستن، اهل دوزخ هستن. بعضی ها میگن عین حسینیون، اونهای حسینی هستن. بعضی ها میگن اونهایی که اربعینی هستن، در اربعین ابو عبدالله حسین علیه السلام اینها شرکت کردن، با اونها ما هم شریک میشیم. خب لذاست که خداوند این توفیق را به ما و شما عطا فرمود که آمدیم در نجف اشرف و حرکت میکنیم و از این ثواب های عظیمی را که خدا عنایت فرموده است ما هم شریک میشیم. و این را بدانیم که حدیث داریم من اراد الله به خیر قدر فی قلبی حب حسین حب زیارته، اگر خیر را برای بنده خدا بخواهد در قلبش حب امام حسین و حب زیارت امام حسین علیه السلام را قرار می‌دهد. لذا ما باید سجده شکر بکنیم که خداوند ما را در یک خانواده متدین مذهبی و حسینی قرار داد و نطفه ما نطفه حسینی هست، مخصوصا شما عزیزان که از هزاران کیلومتر راه دور با صرف پول گزاف حرکت کردید، تمام امکانات را اونجا پشت سر گذاشتید، آب و هوا و طبیعت بسیار زیبا، خانه پر از رفاه، آسایش، همه رو کنار گذاشتیم آمدیم به عشق امام حسین علیه السلام. لذاست که هر مقداری که ما شما در اینجا اذیت بشیم همون قد اجر ما بالاتر میشه. خب چرا ما یک مقیمتر رو کنار نمی کنیم، یک اتوبوس رو کنار نمی کنیم، حرکت بکنیم سریع در ظرف یک ساعت ولو شروع باشد دو ساعت در کربلا هستیم؟ چرا خدا این حد زحمت میده که یکی حرکت میکنیم پای پیاده در این هوای گرم؟ شاید در راه امکانات نباشد، امکانات کمتر باشد، چرا اونطوری حرکت میکنیم؟ به خاطری که میخواییم اجر بیشتر میدهیم. رضاست انشاءالله از همین الان بار همت و بار سفر رو ببندیم، واجه های انشاءالله توضیح میدم نکاتی که در راه کربلا ما باید رعایت بکنیم. از جمله این هست که ما باید در این مسیر همدیگر را کمک بکنیم. این مسیر مسیر بهشت است. شما تا وقتی که در این مسیر قرار نگرفتید اون نسیم بهشت را، اون محبت را، اون مودت را، اون اخلاص را، اون صفا و صمیمیت را، اون برادری را و عینه نمیتوانید عملی بکنید. الان انشاءالله فردا که ما و شما حرکت میکنیم در این مسیر همه اون چیزهایی که در اسلام بیان فرموده است، اخلاق، انسانیت، برادری، احسان که در هیچ جای دنیا شما پیدا نمیتوانید در اینجا پیدا میکنید. میبینید که چقدر این مسیر مسیر زیبایی هست. لذاست که ما و شما عجله برای رسیدن نکنیم، از این مسیر ما لذت ببریم، از این برادری، از این دوستی، از این محبت، از این مودت و از این قدم زدن و طریق عشق با عبدالله حسین علیه السلام. امشب هم شما خسته هستید، میدانید که هتل به حساب مشکلی ایجاد شد،
اگر نه اگر حکر مشکلی ایجاد نمیشد شما همه بعد از ظهر کامل استراحت میکردید امشب سرحال بود. ولی باز هم انشاءالله این عجب شما عجب مضاعفی هست. من هم مضاعف نمیشم، فقط اون لیست را فقط عرض میکنم که چرا کربلا ماندگار شد. این حدیث رو باید اینا ما یادداشت کردم، ولی شما خسته هستید و مزاحم نمیشید. اولین ایش اراده خدا هست، خدا خواسته کربلا ماندگار بمانه، خدا این قرار داد. خدا همینطوری که قلبها رو تسخیر کرده، ببینید جوان میاید، پیر میاید، از تمام کشورهای دنیا میاید، این اراده خدا هست که قلبها رو به سوی امام حسین علیه السلام نزدیک ساخت. انسان حالا شما که جوان هستید، الحمدلله پدر شما مادر شما زنده هست اکثر هست، اما بعضی ها استماع کردیم یا رفتن یا پدر کلان شما، حتی به قبر پدر خود انسان یک ساعت پیاده‌روی نمی‌کنه، نیم ساعت پیاده‌روی نمی‌کنه، میره با موتر. اونم که بسیار بچه خوب باشه، فرزند خوبی باشه، بعض وقتا بعد از یک ماه، بعد از دو هفته، بعد از سه هفته اگر در شهرش باشه حرکت میکنه با موتر نزدیک قبرش یک هم نکاتی یک چند دقیقه میخوانه میره. اما خداوند چیکار کرده است با قلبهای انسانهای مؤمن که میآید 80 کیلومتر، بعضی ها چند صد کیلومتر. من یک کلیپ گرفتم، نمیدونم چندم محرم بود، قبل محرم همه کلیپ رو گرفتیم که از مشهد الرضا حرکت کردن. چند هزار کیلومتر است؟ حداقل حالا حساب سرم گوشتیمی 2000 کیلومتر اینا پیاده میادن. یعنی من قبل از محرم رو حرکت کردم، حالا معلوم نیست شاید در همین نزدیک یا رسیدن ما هست. حتی بعضی ها از هند حرکت میکنند، اینا رو شاید باور نکنند، چند هزار کیلومتر، معلوم نیست 6 ماه اینا در راه هستند، چند ماه در راه هستند، از هند میان پاکستان، از پاکستان میان ایران، از ایران میان ایران. خب این عشق حسینی در کجای عالم پیدا میشه؟ الان شما در اینترنت بزنید که بعضی از کپی ها صورت گرفته در دنیا، من فایل شدار رو در اروپا، در آمریکا، در آفریقا، در چین، در ژاپن شما بزنید، بعضی از این کپی ها رو انجام دادن که میاین اونها هم یک مسیر رو گذاشتن بر پیاده روی. اتفاقا اونها مسیرهایی است که منتهی میشه به یک کلیسا، به یک معبد. این کپی را بعد از سال 2012 و اینا بعض از 2000 کم کم شروع کرده بفهم این کپی را پیدا بکنم، ولی این کجا و اون کجا؟ اونجا مثلا تشویق هست، ترغیب هست، حتی در اروپا یک جایی هست که من کلیپ شد انشاءالله دارم اون چیز شیر بکنم، در جایی هست که سرتیفیکیت میتن به شما این مسیر پیاده رفته، بعض از امتیازات هست، بعضی ها حتی زندانی هست، میگه در این مسیر بره از زندان شما کم میشه یا زندان شما به حساب حذف میشه، چون میگه مسیر مسیر تربیت هست. اما این کجا و کربلا کجا که هر کس با عشق خود بدون تشویق، بدون ترغیب، بدون که مدال بتن، بدون که تحسین بکنه، خود جوش انسان حرکت میکرد. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگردانه. من یک داستان خیلی کوتاه را عرض بکنم، شما انشاءالله تشویق بشید برای رفتن به ابو عبدالله. من داستان طولانی هستم و خیلی خلاصه عرض میکنم. یک شخصی بوده به نام ملا عباس، ملا عباس چاوشی در مازندران، میگه این پرچم را هر سال میگه و میگفته هر که دارد هوس کربلا بسم الله، قریه به قریه همینطور میخوانن و مردم جمع میشن. یک سال برایش مشکل پیدا شد، جوانها آمدن گفتن امسال نمیریم، گفتن میریم، من تا مشکل از مشکلش حل کردن آمدن. من داستان خیلی کوتاه حرف بکنم، آمدن حالا چند ماه در راه بودن، نزدیکی ها شب جمعه نزدیکی های کربلا وقت رسیدن،
در اینجا متوقف شد، خسته شده بودن مثل شما خسته شده. بعد ملا عباس رو نگاه کنید، یک منزل راه دیگه در کربلا هست. بیایید از زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام در شب جمعه خودمان رو محروم نکنید، همت بکنید، حرکت کنید. میگه حرکت کردیم، رفتیم، رسیدیم کربلا، اونجا زیارت کردیم. همه دور این ملا عباس چاوشی رو گرفتن، گفتن که هر شب جمعه که در مازندران شما روزه میخوانید، امشب که ما رسیدیم فلان حرم امام حسین علیه السلام روزه نمیخوانید. این هم میگه کتابچه خود را باز کردن، روزه علی اکبر آمد، روزه را خواندیم، سینه زنی کردیم، آمدیم برگشتیم به کاروانسرا. خیلی خسته بودیم، خسته بودیم، استراحت کردیم. همینی که بگم استراحت کردیم، یک وقت دیدم که در عالم خواب که در میزنم کاروانسرا، بلند شدم، دیدم که یک کسی آمده است. ملا عباس شما هستید؟ گفتم بله. گفتن شما منتظر باشید، امام حسین علیه السلام به دیدار شما میاد. میگه تا میخواستم حرکت بکنم که امام حسین کجا هستن من برم دیدارشان، دیدم که امام حسین علیه السلام رسیده. و بعد چند جمله گفتن، با دستشان اشاره کردن، گفتن شما خسته راه هستید، استراحت بکنید، من آدم چند جمله رو عرض برای شما بگم و برم، منم همین لوزه رو میخوانم و انتباس دعا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم، يا أبا عبد الله. إمام حسين عليه السلام فرمودن ملا عباس خسته ی را هستی بنشین، آمدم سه مطلب بگم برم. مطلب اول، هر کس به زیارت من می آید، من هم به دیدار او می آید. شب جمعه آمادگی داریم بریم کربلا. یا ابا عبدالله این رو قول دادی به همه زبا، ما میخواییم اون لحظه ای که چشمهای ما از این دنیا بسته شد، دیگه نه زن و فرزند و دوست به درد ما میخورد، میخواییم این را بدیعه بگذاریم این زیارت را. از کرامت و بزرگواری شما هست حق نداریم، اما شما خودتون فرمودید ما اون لحظه خیلی محتاج استیم، اون لحظه به فریاد ما برست. مطلب دوم فرمودن، این مال نوکرای حسین است. فرمودن ملا عباس یک فیل مردیست، دم در مجلس شما می نشیند، در مازندران کفشان جفت می کنه. سلام من حسین را بر اون کفدار من برسان. مطلب سوم، ملا عباس هر وقت شب جمعه آمدی کربلا، دیگر روزه ی علی اکبر نخوانی، از کردن و جان اشتباه خواندن، چه مشکلی در روزه بود؟ فرمودن نمون عباس، اما میدانی شبهای جمعه مادرم زهرا میهمان منه، مادرم زهرا تابوت عمل شنیدن روزه علی اکبر نداره. عرض میکنیم یا ابا عبدالله، اما اینجا کربلا نیست، اینجا نجف اشرف است، بگذارید چند جمله از علی اکبر بخوانیم. میفرماید هر کسی میآمد اذن میدان میخواست، آقا اجازه نمیداد، هر کسی رو هر بهانه اجازه نمیداد تا اصرار میکرد. حضرت قاسم علیه السلام آمد مانع شد، حتی ابوالفضل عباس علیه السلام رو هم فرمودن برو پس آب بیاور. اما تنها شهیدی که اجازه میدان خواست، امام حسین تعلل نکرد، بهانه نیاورد، دلیل
بر بود همینه که فرمود بابا جان از میدان بده سری از میدان دار اما آمینی بی صرف نقره نقره آی سفه یک نگاه مایوسانه به کد و بالای جوانش امدار دست محاسن سفیدش بود یعنی خدایا ببین چه کسی را میدان بفرستم اشبه هرواز خلقن به خلقن به منطقن به رسول الله جبانی میرسن که هم اخلاقش هم ظاهرش هم باطنش هم گفتار شبیه رسول الله علی اکبر همین که حرکت کرد آوا هم کنبالش حرکت کرد خیلی کوتاه حرف بکنم رفت جنگید اما امام حسین هم نظارت می کند یک لحظه برگشت آمد صدا زد بابا جان خیلی تشنه هستم مقدار یا بیدارید یا نه میدانید علی اکبر میدانست آب ندارد اما چرا برگشت علما میگن به خاطر چند مطلب یک مطلب این هست که میخواست برای آخرین بار یک بار دیگر با آغوش پدر بیاید یک بار دیگر با امام حسین علیه السلام و پدرش یک بغل کشی بکند یک بار دیگر آغوش گرم بابایش را بچشد یک مطلب دیگر شنیده بود هر کس به زیارت امام حسین علیه السلام میآید ثواب عظیمی نصیبش بشود میفرماید میخواست یک بار دیگر بیاید از این ثواب خودش رو محروم نکند اما بعضی از علما میگن خیلی تشنه شده بود میخواست اون نظر رحمتش رو بردارد امام حسین برد شهید بشود صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى خیلی ها عشق کربلا ندارن بعضی ها پول ندارن بیان کربلا بعضی ها جواز ندارن ویزا ندارن بعضی ها که همه چیز هم دارن توان آمدن ندارن دکتر اون اجازه نمیده که حرکت بکنن به هواپیما سوار بشه مشکل قلبی دارن مشکل مرض دارن اونا همه دل شکسته هستن حسرت میکنن به من شما التماس دعا دارن بعضی ها مریض های سخت دارن بعضی هم در قبر حسرت میکنند میگن یکی از حسرت های عالم قبر این هست که چرا من نرفتم زیارت کربلا بزاس اونها در قبر حسرت میکنند و نیابت همه اموات پدران، مادران، حقداران اونایی که مریض هستند، اونایی که ناتوان هستند نتوانستند بیاین کربلا انشاءالله فردا انشاءالله همه اینها را در نظر میگیرید و به نیابت همه اونها انشاءالله همه مؤمنین و مؤمنات در طول تاریخ و به نیابت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قدم بردارید به طرف کربلا امشب هم شب زیارتیست یک بار دیگر به نیابت همه اونها یک بار دیگر سلام میدیم السلام علی الحسن شهدا علما و بزرگان اموات این جمع پدران مادران حقداران تا آمده شدن قاضی ها رحم الله من یقرأ سورة المبارکة الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات اللهم صل على محمد و آل محمد بسم الله
جهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشنودية أرواح حمل بزشتنا الله الرحمن در إن شاء الله وبركة يا جمعة. صلوات محمدي خاتم الخلق.